کرامت جذابی هستم. خدمت شما که عرض شود، از زمان ما در دوران دبستان نیریز فارس مدرسه می رفتیم. خب تا یه حدودی نسبتاً یک آرامش نسبی داشتیم. زمانی که دبیرستان شروع می شد دیگه منطقه عوض می شد و می رفتیم یه محل دیگه وارد دبیرستان می شدیم که اونجا دیگه اذیت و آزارا شروع می شد و دیگه قابل ایستادگی اونجا نبود. مجبور شدیم که به طور مجردی اومدیم شیراز برای ادامه تحصیل. این قبل از انقلاب؟ قبل از انقلاب، بله. سالی حدوداً اومدیم شیراز؟ فکر کنم 46 47 بود. بله. البته برای بزرگسالا کار اداری اینا که پیش میمد، هم موقع هم اونا هم دچار مشکلات بودن. وقتی میرفتید فرض کنید شهربانی، مامورات کم کم شروع کرده بودن سوال میکنن بایست یه مسلمون. اولین سوالی که میکردن این بود، اگر میگفتی بایست هم میگفتن برو خدا رو ناجم باشه. یعنی روحشون کم کم باز شده بود و مامورین که همچین صحبتی میکردن دیگه تکلیف مشخص است. که باغا رو خراب کردن و آتیش میزدن و بچه مدرسه ها شروع میکردن سر شاخه های درخت رو خورد کردن و از این قبیل، که مادر بزرگم رفته بود بلو امام جمعه شهر و گفته بود که شما که مردم به حرفتون هستن بگید سفارش هم بکنید که اینقدر اذیت نکنن، درخت رو خورد نکنن، دیوارا رو خراب نکنن. گفته خود شما چرا نمیگید مسلمانیم که کارتون نداشته باشن؟ این پیرزن هم سنش زیاد بود، خدا رحمتش کنه فوت شده، هم او هم پدر بزرگم، گفته بود که آقا ما یه مسلمونی از شما ببینیم، ما یه مسلمی از شما ببینیم، اون موقع بگیم ما مسلمونیم. با این کارا که ما نمیتونیم مثل شما بشیم. این سر جناخته بود پایین. گفته خیلی خوب، برو من سفارش میکنم. وقتی اومد خونه تعریف کرد، پدر بزرگم شروع کرد خندیدن. گفت نگاه پیرزن بی سواد چه حرفی به این زده، چه حرف بزرگی زده که دیگه اصلا جواب نداشته. خلاصه در این کلمه همه چی رو گفته بود که مسلمونی نیست که شما دارید و به اون افتخار میکنید. خلاصه گذشت تا اینکه ما مجردی اومدیم شیراز و ادامه تحصیل دادیم و رفتیم خدمت و بعد از خدمت هم دیگه شروع به کار کردیم. البته در این دوران درگیر مشکلات همیشه بودیم. در این خدمت بودن افرادی که سوال جواب میکردن و حجتیه بودن و در اون لباس نظام هم بودن، ولی خب قلبن اونجوری بودن. اول اون بکش ریختن خونه شیراز آتیش زدن شما شیراز بودن. بله بله، اون موقع من مشغول کار به خدمت برگشته بودم و مشغول کار بودم. دو روز قبل از اینکه این حالت بشه ما نمیدونستیم. من کار میکردم در یه شرکت مردشت. وقتی که کارخونه تعطیل شد اومدیم سوار اتوبوس بشیم، راننده گفت که دیشب در سعدی جنگ بوده. بچه ها پرسیدن چه جنگی؟ گفت که دیشب سعدی تیراندازی شده و آدم کشته شده و شلوغ شده. میگه اومدیم، وقتی اومدیم پیاده شدیم اینا، دیدیم که وضع شهر خراب هست و حکومت نظامی بود آخه. دو روز قبلش شما کجا زندگی میکردید؟ ما درست جنب بیت مبارک کوچه شمشیرگر رو زندگی میکردیم. خونه ما درست الان جنب اون حسینی که ساخته شدن بود. من همیشه وقتی داشتن حسینی رو می ساختن برای خودم اندازه می گرفتم بینم بعدها در بیت مبارک کجا واقع میشه. همیشه با قدم می فهمیدم بینم الان در نظرم هست که کجا هست
در بیت مبارک کجا است، بیت مبارک کجا است، همه الان در نظرم است. خلاصه ده تخلیه کردن، اون کوچه رو تخلیه کردن ریختن و ما عموم یه خونه تازه خریده بود. شما تخلیه کردید؟ ما رفتیم، نه تخلیه نکردیم، خودمون رفتیم، خودمون گذاشتیم رفتیم، گذاشتیم رفتیم. عموم یه خونه خریده بود، جاده پایگاه تازه خریده بود، ناشناس بود، کسی نمیشناخت. چند تا از اقوام ما رفتیم اونجا. وقتی که رفتیم اونجا بلنگوی مسجد فضل آباد که آقای سرهنگ بعدت اونجا محل سکونتش بود با خونه اونا تقریبا یه ایستگاه اتوبوس فاصله داشت، صدا میمد از بلنگو پخش میکردن که بایا امشب نبونن تو خونه هاشون، برن که هرچی پیش اومد با خودشون هست. ما چند خانواده بودیم تو خونه، البته پیشنهاد من بود، گفتم بریم پشت بون نگاه کنیم ببینیم که اگر یه موقع اومدن. پشت خونه یه باغی بود، میگفتن چه باغ صاحب دیوونی، باغ بود، باغ بزرگی بود، کسی هم داخلش نبود. من رفتم بالا نگاه کردم، دیدم یه دو تا اسب فقط تو باغ میچرن و آبادی نیست تو باغ، کسی نیست. دیواراش هم نگاه کردم از پشت بون، دیدم میشه به پری پایین یه وقتی حادثه پیش بیاد، مثلا بیرزن تو خونه، برای مردها قابل اون طرف رفتن هست ولی برای زنها نیست. من به همه گفتم که بریم یه نگاه کنیم ببینیم اگر احیانا اتفاقی افتاد که خواستیم از اون ور بپریم تو باغ چجوری میشه، یه پیش بینی کرده باشیم، یه حالتی داشته باشه که نابهنگام نباشه، ناگهانی ندونیم چی کار کنیم. یه پیش بینی کردیم که اگر یه موقع وارد شدن از در، ما از پله بریم بالا، بریم پشت بون و بپریم تو باغ. حالا فکر بودیم که برای زنا چی کار کنیم، اونا که نمیتونن بپرن. گفتیم حالا اون دیوار باغ که ساخته بودن از دیوار ساختمون یه تقریبا یه متر، یه متر و نیم پایین تر بود، حالت پله‌ای داشت، گفتیم میپریم رو اونو، اونا رو یکی یکی میگیریم و پله پله بیدیمشون پایین، همچون حالتی. خلاصه نشد، اونجور هم نشد و بالاخره گذشت. گذشت، این زمان تمام شد و خلاصه بعد شد فردا که فردای اون روز عمون گفت بریم تو شهر بگردیم ببینیم، دیشب رادیو اعلان میکرد که آتش سوزی شده، آتش زدن اینا، بریم ببینیم چه خبر شده. دوستان و آشنایان سری بزنیم ناشناسوار. یه پیکاین داشت، رفتیم صفحه بنزین هم شلوغ بود، رفتیم به فلاکتی. خلاصه یه دو تا گالون بنزین گرفتیم و ماشین پر کردیم و رفتیم از زیر قرآن شروع کردیم. چند تا آشنا اونجا داشتیم، منزلایی بود که جمع بودن، سه چهار تا پیمانی ها بودن و چند تا فامیلی بودن. دیدیم که حاجلو خونه آقای غفرانی و پیمانی که هم دیوار بودن، ریختن بیرون چیزشون، آتیش زدن، چند تا مبل بود و قالی بود و آثار آتیش سوزی بود که در خونهشون همینجور سیاه میزد که وسایل سوخته بود. تو خونه ما از ماشین پیاده نمیشدیم، فقط میگشتیم ببینیم چه خبر شده، یا چیز اجمالی، خبر اجمالی بگیریم. اومدیم سر پل فرح، خونه سر کوچه قدوسی، کوچه باریکی بود. اینجا دیدم اونجا هم چیزا رو ریختن، احتمال دادیم که مال خونه اینو بوده دیگه، مغازه احسنیان اونور خیابون بود. اومدیم در خونه شما، در خونه عموتون، گفتیم خونه آقای حسامی ببینیم چه خبر شده. اومدیم دیدیم کسی نیست، خبری نیست. رفتیم نزدیک همون کوچه شمشیرگرا، همینجور با ماشین دور می‌زدیم، گفتیم اونور سری بزنیم چه خبره. ده تو کوچه اینا نرفتیم، خلاصه دیدیم که دیشب یه خبر بوده. اومدیم خونه و گفتیم که اینجا رفتیم و این خبر رو دیدیم. حالا بلنگو اخبارم که هر ساعت داره از بلنگو پخش میشه که نمونید تو خونه. آقای ربانی یه جا پیام میداد، آقای دستغیبی یه جا پیام میداد، آقای ربانی پیام میداد که نکنید این کارا، موجب رضای خدا نیست، چیزی میشید، عقوبت میگیرتتون، اذیت نکنید، فلان. هرچند که اونو فلان کردن، اینجور میبافه به هم. خلاصه
دست غیبم اینجا هیچی نمیگفت. بری تو مسجد به اونو میگفت چی کار کنید، ولی پیام پشت تلویزیون نمیداد که مثلا نکنید، دست نگه دارید نکنید. ولی ربانی، دولا ربانی اون چند بار از رادیو پخش شد صحبتش که نکنید کارا، چیز موجب چیز خدا میشید. خلاصه گذشت این دوران دیگه. بیت مبارک رو که حمله کردن شما بودید اونجا نزدیک خونتون بودید یا نه؟ بیت مبارک خراب کردن اون موقع، خدا رحمت کنه، بی بی من مهاجر باجگاه بود، مهاجر باجگاه بود، رفتن آوردنش گفتن تو بیا اینجا. چند ماه قبلش بردنش توی بیت مبارک بود، درست اتاقی که از اون زیر میمینی بالا سمت چپ، درست روبروی در که میرفتی داخل، اونجا بود که اینه که میمدن خودش تعریف میکرد، میگفت که اینه که اومدن خراب کنن، با سلوم و صلوات و بیل و کلنگ و تیشه اومدن و من برشون چایی درست میکردم، چایی بهشون میدادم، تعارف میکردم، اینا هم خراب میکردن. آره. خلاصه سر قبلش که خراب کردن، اومدن خراب کردن، مهندس طلایی بود و که شب دوباره چند تا از جوانی همون محل و اینا جمع شدن، یک کاری کردن، نیمه ساختی کردن بنا را، دو دفعه چادر روش کشیدن و اینا. نمی‌دونستن به این صورت دیگه میشه، که خیال میکردن زود گذر هست و همینجا تمام شده. تا صبح کار میکردن همه. اون وقت دیگه سری بعد که اومدن با کلنگ و تیشه و اینا که دیگه همه رو خراب کردن. سال فکر میکنم دقیق تاریخش یادم نیست، همون سال یک سال بعد از انقلاب، دوروبر انقلاب، نزدیک انقلاب بود، دقیق تاریخش رو نمیدونم که این اتفاق افتاد. بله. شما که از ایران اومدید جان؟ شما که اومدید بیرون؟ چرا اومدید بیرون؟ ما خدمت شما که عرض کنم، ما رفتیم ساکن پشت پایگاه جاده، از اون خونه که اومدیم بیرون رفتیم جاده پایگاه خونه گرفتیم. مدرسه بچه ها همونجا نزدیک خونه بود. یه روز مدیر مدرسه من صدا کرد، گفت که پسرت نرفته تو راه پیمایی و بیا که ببینمت، صحبت کنم باهات. ما رفتیم. وقتی که رفتیم نشستیم اونجا، گفت کی هستی؟ قبل از که رفتم که دو نفر دیگه دارن با هم جدال جر و بحث و صحبت و اینا دارن، یه خانم بود یه آقا با مدیر، حرفشون گیر کرده بود، صحبت میکردن. یه آقای قد بلندی هم بود، این معلم تربیتی بهش میگفتن. این اومد در باست کرد، گفت شما؟ گفتم من فلانی هستم، من خواستن که بیام راجع به پسرم صحبت کنم اینا. گفت اسمش؟ گفتم فلانی هست. گفت ها، بهایی هستی؟ گفتم بله. گفت این خودت میگی بهایی هستم؟ گفتم پس بگم کلیمی هم؟ خب بهایی هم دیگه. گفت نه، گفتن بهایی جرمه. این هم که میگی بهایی هستم، الان من زنگ میزنم دستور به ما دستور دادن، نامش رسیده دست ما که هم بگی بهایی هم شما هیچی نمیخوا بگی، این هم جرم بزرگی هست که خودت میگی من بهایی هستم. کدوم مدرسه بود؟ مدرسه حجت، حجت مهاجر بهش میگفتن. فامیلی اون طرف هم زارع بود. این هم یک کلمه کافیه، نمیخواد چیز دیگه بگی. گفتم خیر. مدیر مدرسه با من خیلی آشنا بود، چون صبح که میرفتم سر کار این بین را سوارش میکردم، ماشین داشتم سوارش میکردم، یه مقداری را
میرسوندمش دم مدرسه. بعد بعضی وقتا هم که برمیگشتم شانسی مینی برخورد میشد، بازم سوارش میکردم. این با ما اونس داشت، خیلی هم کار مهمی ما نمیکردیم، خب بین را تو مسیرمون بود. یه آشنایی اینجوری با ما داشت، به من اشاره کرد گفت تو هیچی نگو، من باش صحبت میکنم. خلاصه به او، به معلم تربیت، معلم تربیت گفت الان من زنگ میزنم بیان دست من اینجا بزن دست ببرنش، چون هم یک کلمه گفته باهایی هم دیگه نمیخواد چیز دیگه بگه، همین کافیه. گفتم که خب مدیر به من گفت که دیگه شما با اون کاری نداشته باش، صحبت نکن. به اون گفت من خودم ترتیبش میدم، خودم ترتیبش میدم. خلاصه اونم هم در همین یک تلفنی بهش شد، کسی دیگه اومد کارش داشت که از اتاق رفت بیرون. و بعد گفت اینا شرن، اینا دنبال بهانه میگردن، او تو برو برو اینجا وای نسا که ای حالا شر درست میکنه، تو برو. خلاصه ما رفتیم فردا یا پس فرداش باز بین راه که سوار میرفتیم محل کارمون دیدیمش، رو سوارش باز کردیم. گفت دیدی اون روز چه شهری میخواست برپا کنه؟ ای اگر 10 دقیقه دیگه مونده بودی اونجا من رد نکردم بیرید کارت به از این حرفا گذشته بود، میفرست زنگ میزد اینو میمدن دستبند و مکافات میارد اونجا. اونجا که میرفتی دیگه معلوم نبود سر کارت به کجا بکشه. کلاس چندم بود بسرد؟ کلاس ابتدایی بود. ابتدایی بود. ها این بهش گفتم بیا راه، بیا دونی راهپیمایی، از راهپیمایی اومد خونه. آره. خلاصه که این قضیه گذشت، دیگه ما دنبال پاسپورت بودیم. دنبال پاسپورت بودیم. حالا چیز تصمیم قطعی برای اومدن هم نداشتیم. ولی اوضاع بر وفق مراد نبود، مشکلات زیاد بود، اذیت می‌کردن، هر روز این کارا رو داشتیم و برنامه همیشه بود. ولی خب اینا بریم عادی شده بود، ولی در این حال رو به افزایش بود. گفتیم تقاضا کردیم برای پاسپورت. اون موقع پاسپورت عادی رو 1 هفته میدادن برای همه. ما رفتیم تقاضا کردیم، زمانی بود که میگفتن فقط پاسپورت هوایی میدن و باید سفیدم بنویسید. چه سالی بود یادتون میاد؟ اواخری رفسنجانی بود، اواخری رئیس جمهور، قبل از خاتمی بود. آره. گفتن باید سفید بنویسید. من نوشتم بهایی، نوشتم بهایی. میگفتن یا سفید بیشتر سفید بنویسید، یا مسلمان باید بنویسید یا سفید، بهایی نباید بنویسید. من هم نوشتم بهایی. خلاصه امروز فردا گفتن بهتون زنگ میزنیم، برید بهتون زنگ میزنیم. امروز فردا شد یه ایمان دوباره رفتیم، یه نفر اونجا بود، مسئولی بود به نام آقای شکری میگفتنش. رفت پرونده رو آورد، گفتم مدتی هست من تقاضا کردم اسمت چیه فلان. رفت آورد و گفت که نوشتی اینجا بهایی؟ گفتم بله. گفت نمیتونم، ای باید بره تهران، اگر که برگر بلد میارم، اگر این عوض کنی سفید بذاری 1 هفته من پاسپورت رو میتونم بهت بده همینجا. گفتم من با این شرایط میخوام. گفت اگر با این شرایط میخوای باید صبر کنی از تهران بیاد. نمیگفتم که نمیشه، میگو از تهران باید بیاد. گفتم چقدر طول میکشه؟ گفت هر وقت اومد زنگ میزنی، منتظر باش بهت زنگ میزنی. گفتم خیلی خوب. میرفتیم دوباره یک ماه صبر میکردیم، دوباره میرفتیم. گفتیم چی شد؟ دوباره میرفت برگره میورد. اتفاقا چند نفر هم اینجور نشسته بودن اینا. بایسی؟ آره باییم. ایر باید عوض کنی بنویسی سفید چیز ننویسی یا بنویسی مسلمان؟ گفتم من بایی شرایط میخوام، پس باید صبر کنی. بعد چیز هم نمی کرد که یه موقع حرف رکی که چیزی بزنه، نه فقط با این معدبانی گفت باید صبر کنی. گفتیم خیلی خوب. دوباره ما خدافظی میکردیم میمدیم. 9 ماه طول کشید. 9 ماه طول کشید قانون عوض شد. نه قانون هنوز عوض نشد. 9 ماه طول کشید به ما. یه رفتم خلاصه که گفت شده تو فلان اومده تو اینا، به ما داد. ما آوردیم خونه و کارش نداشتیم، گذاشتیم خونه.
یک چند ماهی شاید نزدیک یک زیر یک سال گذشت که همین دوستان که رفته بودن گرفتن گفتن یک قانون عوض شده، گفتن که اونهایی که هوایی بود زمینی هم میتونن بیارن برشون مینویسیم زمینی. ما دوباره پاسپورت رو برداشتیم رفتیم گفتیم که ما میخواییم زمینی خروج کنیم از مرز زمینی، دادیم تحویل. و وقتی که دادم تحویل اون یه سرهنگی بود گرفت از منو، بعد ها یه نفر تو بایگانی گفت برو از فلانی بگیر بیا پاسپورتتو. شماره پرونده رو دادم، گفت این شماره پرونده برو بهش بده در میاره بگیر از بیا. یه حالتشون بود که رشوه بگیرن، ما نمیدونستیم. ما رفتیم گرفتیم آوردیم دادیم گفت بشین نشستیم گذاشت جلو شد اینا، ما ندیدیم کارش بکنه. حالا اگر فکر کنه یه مور زد یه چند دقیقه گذشت و گفت دوباره برو بده به خودش، برو به خودش از خودش بگیر، حالا خود دست پاسپورت دست شما است بده من تو برم دیگه. ها یه چیز دیگه، برو این پوشه را پرونده را بدش تو بذار تو بایگانی، پاسپورت هم از خودش بگیر همونجا. ما رفتیم و همکار که گفت بریم پیچ میخورد بایگانی پشت بود، دادیم تحویل و اونم پاسپورت هم پوشه بود برداشت و نگاهش کرد داد به ما. حالا این منتظر بود که اگر چیزی رسید امضا رو بکنه، اگه نرسید هیچی، ما که نمیدونستیم. خلاصه ای بدون امضا داد به ما، ما آوردیم گذاشتیم اونجا و مطمئن که دیگه تمومه ای پاسپورت درسته. تا شد یکی دو سال طول کشید که ما مخصیم از مرز خارج بشیم. آوردیم رفتیم گمرکی رو بشتا مالیات و ایناشو پرداخت کنم که 13,000 تومان موقع بود، دقیق یادم نمیدونم چقدر جمعن شد 13,000 تومان خانوادگی بود. بالاش هم نگفتم که بالاش هم نوشتن که این پاسپورت با همراهان میتونه از تمام مرزهای کشور رسمی کشور خارج بشه. پاسپورت هنوز دارمش. باید زیرش هم مهر زده بود، امضا باید میکرد، این امضا رو نکرده بود، برای اذیت کنه دیگه. خلاص ما اومدیم، مدتی گذشت که تصمیم شد به اومدن، جمع کردیم وسایلمون رو هرچی داشتیم فروختیم و اومدیم. لب مرز که رفتیم تبریز و ارومیه، صبح با اتوبوس اومدیم که از مرز خارج بشیم. اون این لب مرز، مرز سرب. توی این مسیر را که چندین بار شب ریختن وسایل را میرختن هر ایستگاهی دیجی پایین و فلان، راننده هم سرسداش در اومد گفت چی کار میکنید شما؟ من چند سال تو ارتش خدمت کردم، 100 تا از این درجه که شما دارید روشونم بوده، سر مردم اینجور نیاوردم. خب این چند جای دیگه باید بره، چون این کار که دارید شما میکنید که ایده چیزیش به مراتب نمیرسه، همش ریختید بیرون و سوال رو. گفت نه آجی آقا چی کار کردیم؟ گفت خب این کار که دارید میکنید خب چجور گشتنه تو؟ چرا پاره میکنی کارتون و چرا وسایلش میرزی بیرون؟ خب من چیز شده داره میره جای دیگه، خود نگاه کن ببین یه چیزی اضافی داره بردا، کارتونو پاره میکنی چیزش میرزی بیرون برای چی؟ خلاصه تا اومدیم لب مرز رفتیم اونجا پرداخت کردیم خروجیمونو، اومدیم روبرو دریچه، دو تا دریچه بود، یکی نظامی ها بودن یکی پاسدارا بودن، دادیم هم قسمتی که مربوط به پاسدار رو میشد. اول نگاه کرد دید دادن این پاسپورت رو دید همه یکی یکی گرفتن و مورد کردن تموم شد و چیزشون بردن از در اونور ورده میشد ترکیه. صده ما زد، حالا وسایل همه از تو اتوبوس آوردیم بیرون گذاشتیم وسط و بچه ها هم اینجا بایستیدن و بچه همه کوچیک بودن دیگه. با سه تا بچه، خانم یه پاسپورت داشت. صدا زد رفتیم گفت که پاسپورت ایراد داره نمیتونی بری. دم چه ایرادش کجاست؟ گفت که مهر خورده امضا نشده، اینجا که نوشته
این شخص میتونه از مرزهای کشور عبور کنه، باید امضا هم میکرد. مهر زده امضا نکرد، یا امضا کرده مهر نزده، یکی از اینا، حالا دقیق یادم نیست، فکر کنم امضا نکرده بود، امضا نکرده بود. خلاصه چیکار کنیم، چیکار میتونیم، راهنمایی اون کو چیکار کنم؟ هیچ کار نمیتونم کنم با این زن و بچه و دو روز راه و گرفتاری، همه چی، مسافر همه منتظر ما، راننده ترک. ولی چیزی که بود، همه میادن به ما دلداری میدادن که ناراحت نباشید، ما وای میسیم. ما ناراحت اونا بودیم که این اسیر ما شدن، اونا میادن میگفتن شما ناراحت نباشید، ما وای میسیم، هیچ عجله نکنید، کارتون درست میشه، با هم وای میریم، ناراحت نباشید. هم راننده، کمک راننده، هم افرادی که بودن، این بنده های خدا چقدر خدمت کردن روز برای ما، یادم نمیره. خلاصه تا اینکه اتاق این برای که نظامی بودن، من رفتم دیدم یه افسر نشست، سرگردی هست و چند تا یه سروان و چند استوار نشستن. سلام کردم، رفتم داخل، گفتم ما مشکل داریم، اینجوری شده. گفت چه کاره بودی؟ نگاه کرد پاسپورت رو، چه کاره بودی؟ گفتم هیچ کاره. گفت بهایی هستی؟ گفتم آره. گفت خیلی خوب، حال چی میگه؟ گفتم میگه نمیتونی بری، باید حتما برگردی شیراز، این موره بزنی و برگردی. ما هم که با این وسایل و با این تشکیلات چجوری میتونیم برگردیم؟ برامون اصلا مقدور نیست این کار. گفت یه دفعه برو پهلوش بگو که این کار رو همکاری خودتون کردن، اگر خلافی شده و این ایرادی هست از همکاری خودتونه، رفع رجوش کنید یا زنگ بزنید بپرسید درستش کنید، تصحیحش کنید. ما دوباره رفتیم پهلوش، یه دریچه کوچک بود، صداش زدیم، گفتیم که رفتیم اینجور میگه و اگر ممکن هست خواهش میکنیم که کار ما رو بر جوری شده ترتیب بشه بدید. ما که مقصر نبودیم، خودشون چیزی هست که اداره گذرنامه به ما داده. گفت نه نمیتونم، هیچ کاری از دست ما بر نمیاد مگر اینکه برگردید شیراز، هیچ راهی نداره. ما دیگه برگشتیم، خلاصه دوباره فرعین گفتیم که اینجور میگه چیکار باید بکنیم. گفت خیلی خوب، بیرون وایسا. گفت شماره اداره گذرنامه شیراز داری؟ گفتم نه. گفت بیرون وایسا، پشت در وایسا، به استوار گفت شماره گذرنامه رو پیدا کن، زنگ بزن بگو همچی کسی هست میخواد با این مشخصات به شماره پاسپورت، میخواد از مرز سرا عبور کنه، این مشکلی داره نداره، چی جوجه هست. ما پشت در وایسیدیم، با بچه ها همه وایسیدن و مسافر ها همه منتظر ما اینجا وایسیدن. خلاصه پشت در میشنیدم که شماره رو میگیره تو، حال ساعت تقریبا یک و نیم بعد از ظهر، هرچی زنگ میزنه اونو وایسیدن نماز جماعت، جواب نمیدن. چند بار درنگ 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 صدی زنگ تلفن، دوباره میگوش زمین، دوباره چند دقیقه بعدش. گفت نمیشه، هرچی میزنم کسی بر نداره گوشی رو. افسر میاد بیرون با ما صحبت میکرد، دلداره میداد، دست میکرد سر فریبر، کوچیکی بود موقع، بچه بود، ناراحت نباشی درست میشه فلان. دوباره برگشت رفت و گفت دوباره بگیر. خلاصه گرفت، بعد از چندین بار گوشی رو برداشت اون طرف، گذرنامه گوشی رو برداشت، گفت که یه نفر به نام فلانی میخواد از مرز رد بشه با این مشخصات، با این پاسپورت، مشکلش اینه که امضا نشده، پاسپورتش مهر خورده ولی امضا نشده، ببینید مشکلی نداره میخواد رد بشه. گفت نمیدونم، نمیتونم چیکار کنم. گفت خب از اونجا پاسپورت گرفته و کامپیوتر که داری، بری تو کامپیوتر جوابت میده. گفت صبر کن ببینم چیکار میکنم، از فلانی بپرسم فلان. یه دو سه دقیقه گذشت، جواب داد نه مشکلی نداره. ما اینجا پشت در خوشحال شدیم، عوض شدیم اصلا. حالا تو مغز ما چی میگذشت که چیکار باید بکنیم اینا دی بماند. خلاصه اینجا ما شنیدیم که جواب مثبت ها
اومد بیرون گفت بیا تو که شد. وقتی که جواب داد این گوشی رو از استواره گرفت سرهنگه، گفت که خب شما چرا اینجور اذیت میکنین مردم رو؟ کسی که چیزی نکرده، خلافی نداره، چرا اینجور به سر مردم میارید؟ و به همکار بگوین که از این کارا نکنن، خوب نیست. خلاصه گفت حالا چیکار کنم؟ گفت همونجا مور مرز سرا رو بزن روش دبره. این مور رو زد بره ما روش و داد دست ما و گفت بری به سلامت. مسافرها دیگه چسبیدن همه بوس کردن و فلان و خوشحالی نسلیم که از دست وسائل بگیریم. همه یکی استاکی برداشتن و جلو شدن. دیگه رفتیم تو ماشین و خلاصه یه جعبه شیرینی از این شیرینی شیرازی هم تو ماشین بود تقسیم کردیم به همه و با خوشحالی. یکی میگه پاسپورت بده برای خودشون بنداز دور دیگه فلان شد. میخوان چیکار کنی؟ تموم شد خلاصه. خلاصه ما اومدیم از این دوران مستقیم همون ترکیه تقریبا 8 ماه موندیم. اونجا هم که رفتیم گفتن اینجا نمیتونید بمونید، یه مدتی باید محل عوض کنید و برید یه شهر دیگه. فردا که رفتیم اونجا برای امنیت مثل اینکه اصلا عوض شده بود. چقدر موندید اصلا ترکیه؟ 8 ماه. خب کم موند. آره اون موقع طوری بود که بین 6 ماه تا 8 ماه 9 ماه اکثرا این کارا زود انجام میشد. چه سالی بودید آمریکا؟ ما سال 1999 بود.